با سلام، ما توی این بخش میخواییم خروجی های مورد نظرتون رو از طریق کرایسیس به دست بیاریم. قبل از اونها، خب اول ما توی کرایسیس نیاز داریم که منطقمون رو بهش بدیم، یک شیپ فایل یا یک حدود کلی از منطقمون. پس قبل از اینکه وارد کرایسیس بشیم، به نرم افزار QGIS و فایل نقشه هاتون نیازمنده. فایل نقشه رو اول باز میکنیم و بعد از اینکه باز شد، در داخلش باید یه سری شیپ فایل ها رو براتون اضافه کنیم. در واقع شیپ فایل استان ها رو اضافه می کنیم، استان های کل کشور، و بر اساس شیپ فایل WKT که ساخته بودیم از قبل، استان ها رو در واقع از اون منطقه خاصمون جدا می کنیم. یعنی چی دقیقا این کار؟ الان به طور دقیق متوجه منظور کار من میشید. این WKT چارچوب منطقه شماست. پس کاری که شما باید انجام بدید، یک لایه رو باید اضافه کنید از طریق Add Vector Layer و یک لایه جدید به نام ایران استان رو که قبلا بهتون دادم و توی گروه گذاشتم رو دانلود میکنید، باز میکنید و داخلش میرید و استان.shp رو اضافه میکنید. Open رو میزنید، Add رو میزنید، میبینیم که این نقشه کل ایران بهش اضافه میشه، اما فقط چارچوب منطقه مون که مورد نیاز کارمون هست رو میخوایم ازش جدا کنیم. اوردرش بکنم میارم پایین تر که حدود کلی منطقم رو ببینم. میبینیم که منطقم این قسمت از کل این استان رو داره شامل میشه. پس من برای کارم نیاز دارم که این یه تیکه کوچیک رو از کل استان کرمان و یه مقدارش از سیستان و بلوچستان رو بخوام برای منطقم جدا کنم. کاری که باید انجام بدیم بسیار راحت است. از منوی منوهای بالا منوی وکتور استفاده میکنیم. گزینه اول جیو پروسسینگ تول و گزینه دوم کلیپ رو انتخاب میکنیم. توی گزینه کلیپ شما توی بخش اول لایه بزرگتر رو بهش میدید، یعنی شما در واقع استان که بزرگتر بود رو بهش میدید و بعد لایه کوچکتر رو میدید. این به چه معناست؟ شما دارید میگید من میخوام در واقع ناحیه WKT هم رو از کل استانها جدا کنم، یا قسمت هایی که با هم اینترسکت دارن، تلاقی دارن، یا مشترک هستن، یا هم پوشانی دارن رو برای من جدا کن. پس اول لایه بزرگتر رو به عنوان اینپوت و به عنوان اوورلی لیر WKT یا چارچوب منطقتون رو میدید. ران رو میزنید و برای شما یک خروجی مناسب به دست میده. برای اینکه خروجی اون رو بهتر متوجه بشیم، تیک مربوط به استان رو برمیدارم. میبینیم که چارچوب منطقه من در واقع مشخص شد به همراه مرزبندی های استان ها. از این یک ذخیره میگیرم. پس توی رایت کلیک میکنم روش رایت کلیک میکنیم، اکسپورت رو میزنیم، سیو فیچر از رو میزنیم. کاری که نیاز هست انجام بشه در یک جای مناسب و یک نام مناسب بهش میدم. اینجا توی دسکتاپ هم یک فولدر درست میکنم به نام کرایسیس. داخل فولدر میرم و اسم فایلم، اسم شیپ فایلم رو میذارم استان. سیو رو میزنم. حتما چک کنید که فرمتتون رو حالت S3 شیپ فایل باشه. ذخیره میکنم و اوکی رو میزنم و برای من ذخیره میده و دوباره به نقشم هم اضافهش میکنه. دیگه در واقع با QGIS کاری نداریم، میتونیم ببندیمش. QGIS رو میبندم. من ذخیره نکردم چون نمیخواستم تغییرات اعمال شه. اگر نیاز داشتید ذخیره بکنید، تاثیر خاصی روی کار ما نداره. و وارد نرم افزار کرایسیس میشیم. در واقع این نرم افزار کرایسیس هست، اما شما زمانی که نصبش میکنید برای شما هیچ گونه آیکونی توی استارت منوتون نمیسازه. پس این آیکون رو چجوری باید بیارید؟ برای اینکه بتونید آیکون رو به صورت واضح ایجاد کنید، داخل درایو سی میرین. توی جایی که نرم افزار نصب شده، برای من توی درایو سی پروگرام فایل IIUNAM کرایسیس 2015 نصب شده، روی فایل اگزی که مربوط به این نرم افزار هست رایت کلیک میکنم و کپیش میکنم. کپی که کردم میام روی دسکتاپ، اینجا رایت کلیک میکنم و به جای اینکه پیست رو بزنم، پیست شورتکات رو میزنم. میاد که یک شورتکات ازش میسازه و من میتونم به جای اینکه بخوام برم تو درایو سی و این همه مسیر رو برم تا بهش دسترسی داشته باشم، به راحتی اینجا دارمش و دوباره روش کلیک میکنم و نرم افزار برای من به راحتی اجرا میشه. پس شما شورتکاتش رو ساختید و حالا نیاز دارید که ورودیاتون رو بهش بدید. در قسمت اول نقشمون رو گفتیم بعد بهش بدیم. گزینه اول که به شکل کره زمین هست روش کلیک کردیم، میبینید روش کلیک کردیم و از اینجا خارجیم. دوباره
مشکلی کردیم و حالا نقشه مپرمون رو باید بدیم و در واقع استانی که کلیپ کردید رو جدا کردید رو بهش میدید، اوپن رو میزنید و میبینیم همون چیزی که توی کیو جی اس دیده بودیم همینجا برای ما تکرار شد. گزینه دوم نقشه شهر هست، اگر نیاز بود میتونید بده، اما به دلیل مشکلات احتمالی به خاطر مشکلات کلیپ کردن کیو جی اس و همچنین عدم خوانا بودنش برای خود کرایسیس چاره ای نداریم جز اینکه این بخش رو اضافه نکنیم. تأثیری توی کار ما نداره و خطایی وارد نمیکنه. اگزیت رو میزنم و میگه به من سیتی اضافه نکردی، مطمئنی؟ میگیم بله مطمئنیم و نیازی به سیتی نداریم. بخش دوم دیتا آف کامپیوتیشن سایت، توی اینجا من برای رانی که میخوام بگیرم، برای خروجی که میخوام بگیرم، یک نتیجه باید مشخص، یک اسم باید برش مشخص کنم. اسمش رو میذارم پروژکت تست، پروژکت تست. و در واقع ابتدا و انتهای ابتدای در واقع ابتدا یا اوایل منظرم رو بهش میدم، اما یه مقدار در واقع تاثیراتش متفاوته. توی این بخش گرید آف سایت شما اوریجین رو میبینید، لانگیتود از شما میخواد، پس برای منظر خوندم 55.5 رو بهش میدم و برای لاتیتود مقدار کمینه خودم رو میدم، یعنی 29 رو بهش میدم. اینکریمنتش تعداد در واقع در واقع منظور اینه که گرید بندی که میخواد انجام بشه چند درجه چند درجه انجام بشه، من بهش میگم یک در واقع نیم درجه نیم درجه برای من انجامش بده. و تعداد لاین ها، تعداد خط ها از من میپرسه خب حالا من که نیم درجه نیم درجه تقسیم کردم چند تا خط توی هر نیم درجه در نظر بگیرم. به عنوان مثال من براش میگم 20 تا در نظر بگیر، هم برای طول جغرافی و هم برای عرض جغرافی. راه رو میزنم و یه همچین تصویری من نمایش داده بشه. اما میبینید اینجا در واقع نقشه من واضح نیست. چی کار میتونم بکنم؟ یه تنها کاری که باید بکنیم با این دوتا گزینه که اینجا هست باید سراسر کار داریم و عدایش رو تغییر بدیم تا نقشه من این وسط قرار بگیره. پس اوریجین با عنوان مثال لانگیتود رو من میزنم روی حالت 53. منطقه من کمی کمش 55.5 شروع میشه. درار رو میزنم، تغییر خاصی ایجاد نشد. عدد 29 را من به عنوان مثال برای نیاز خودم تغییرش میدم به 27 و درار رو میزنم. بازم میبینیم تغییری نکرد. من اینجا خودم یک مورد رو توجه نکردم. سمت راست جایی که هست من دوباره این عدد تغییر میدم به حالت اول 55.5 و 29. سمت راست اینجا درار آپشن، تیکش رو حتما بزنید. چه من رو این پایین کشید خودش خود به خود، اما ممکنه برای شما نیافته منطقتون، پس به هر طریقی ممکنه نیاز داشته باشید تغییرات ایجاد کنید. من میخوام وسط تر قرار بگیرم، به عنوان مثلا 53 قرار میدم، ببینیم چه تغییری میکنه. عددش رو کمتر کردم اومد سمت راست. برای عرض جغرافی عددش رو کمتر میکنم میذارم 27 اومد بالاتر، پس برای من مناسبه. میتونم این عدد رو تغییر بدم. طبیعتا هر چقدر گرید خودتون رو ریزتر در نظر بگیرید کارتون دقیق‌تر خواهد بود و همچنین نتیجه‌ای که به شما میده، خروجی که به شما میده خیلی دقیق‌تر، خروجی که به شما میده طولانی‌تر خواهد بود. تعداد خطا رو میتونیم بیشتر کنیم. من می‌ذارم روی 50 تا به عنوان مثال، ببینیم چه تغییراتی ایجاد میشه. میبینیم به این شکل در میاد. ولی خب ظاهرش چندان جالبی نداره. پس من تغییرش میدم به همون عدد 20. اینجا با خودتونه، یعنی مقدار خاصی نداره. اگر نیاز دارید کارتون خیلی دقیق‌تر باشه ریز بذارید، عدد ریزتر براش بذارید. اگر می‌خواید یه کار کلی انجام بدید عدد بزرگتر براش بذارید. حالا نیاز داریم این منطقه یا این گرید رو جدا کنیم، پس استارت پولیگون رو انتخاب می‌کنیم. استارت پولیگون رو روش می‌زنم و موسم به شکل علامت در واقع به علاوه دارم یاد چهار طرف منطقه رو انتخاب می‌کنم. می‌تونم روی خودم خط انتخاب کنم، اما به دلیل خطاهای احتمالی یکم دورتر انتخاب میکنم. با عنوان مثال از این نقطه شروع میکنم تا این نقطه و این نقطه و این نقطه. بعد چهار طرفش رو بکشیم، اما شما سه بار بیشتر نقطه نمیذارید. 1 2 3 4 چهار تا نقطه بیشتر نمیذارید، اما در واقع نقطه بعدی رو اینجا نذارید. کار خاصی نمیخواد بکنید. بعد اینکه این سه تا خط رو کشیدید به راحتی اند پولیگون رو میزنید و برای شما خط آخر رو میکشه بدون هیچ مشکلی و درار رو میزنیم که مطمئن شیم همه چی درست انجام شده و اگزیت رو میزنیم. مرحله بعدی ما اینجا سورس جیومتری دیتا، در واقع چشمه هامون رو به چه شکل میخواییم وارد کنیم. توی بخش چشمه هامون و چشمه هام رو وارد کنم، اما چون زمان بر هست و اضافه کردن طول و عرضشون خیلی زمان بر هست، از روش سریع تری استفاده میکنیم. از منوی فایل
این گزینه Add Source Data From Shapefile میزنم و در واقع توی همین جایی که QGIS من بود Shapefile مربوط به چشمه هام رو به صورت تکی تکی انتخاب میکنم. پس اول استیک رو من انتخاب میکنم و بعد چیز خاصی برای من نمایش نمیده و بعد دوباره یه بار دیگه Add Source میکنم و Store رو انتخاب میکنم. حالا میام توی این بخش Source Geometry Data، روش کلیک میکنم و میبینیم که در واقع دوتا منطقه من، دوتا چشمه من اضافه شده. شما میتونید گرید رو بزنید، گرید رو برای شما بکشه. همچنین اسم اینها رو پیشنهاد میکنم تغییر بدید، چون بعدا باید یه سری پارامتر برای هر کدوم بزنیم، یه مقدار تشخیصشون سخت میشه. پس بهتون پیشنهاد میکنم به عنوان مثال برای ریژن 1 رینیم رو میزنید و تغییرش میدم من به S1 تغییرش میدم و همچنین دومی رو تغییرش میدم به S2. حتما اینجا چک کنید که از حالت اکتیو روی سلکشن باشه و سلکت آل رو میزنید، حتما روش کلیک میکنید و اگزیت رو میزنید که هر دو تا چشمه به صورت انتخاب شده باشن. دیگه کاری توی این بخش نداریم و اگزیت رو میزنیم. مرحله بعدیمون در واقع گزینه‌های دیگه ای هستش، به ترتیب پیش میریم که باش بیشتر آشنا بشیم. توی این بخش در واقع اسم منوش چی بود؟ Data on Spectral Ordinates. توی این بخش بالا کل در واقع تعداد پریودها و اعدادی که میخواییم در نظر بگیریم چند تاست، عدد 5 رو میریم. به ترتیب از شماره 1 شروع میکنیم. Structural Period، پس اول من دو طبقه رو بهش میدم به عنوان مورد اول، کیس شماره 1 هم. Spectral در واقع استراکچرال پریودم رو برای ساختمان دو طبقه اندهم هست، پس 2/10 رو بهش میدم. بعد در واقع لوئر لیمیت و آپر لیمیت اینتنسیتی یا شدت هم رو اعداد 0 تا 2500 بهش میدم و دیگه کاری با بقیه مواردش نداریم. میریم شماره 2 و اینو تغییر میدیم به عدد 14/10، یعنی ساختمان 4 طبقه از 0 تا 2500 براش قرار میدم. شماره 3 اعداد مربوط به سازان رو قرار میدم، 6/10، یعنی 6 طبقه از 0 تا 2500. و شماره 5 تغییر میدم، شماره 4 تغییر میدم به 8/10، ساختمون 8 طبقه. شما میتونید طبقه رو بیشتر کنید، میتونید 20 طبقه در نظر بگیرید، میتونید 100 طبقه در نظر بگیرید، میتونید 1 طبقه در نظر بگیرید، انتخاب با خودتونه. از 0 تا 2500 براش قرار میدیم و میایم به شماره 5. طبیعتاً برای ساختمان 10 طبقه پریودش 1 خواهد بود و شتابش رو از 0 تا 2500 براش قرار میدیم. حتما دقت کنید که این بخش یونیت از روی حالت جی به حالت گال تغییر داده بشه. ما بر حسب گال خروجی هم میخواییم. این کار انجام شده، اگه بزنم به حالت قبلی میبینیم همه چی سر جاشه و واحدش به صورت گال برای همه در واقع تیپامون تعریف شده. و اگزیت رو میزنیم و یک اروری داریم دریافت میکنیم. Minimum value for the intensity must be greater than 0. داره میگه که عددی که برای lower intensity زدیم، برای lower intensity زدیم، 0 رو قبول نمیکنه، یه مقدار بیشتر. ما 1 رو براش میزنیم. میام تک تکش رو تغییر میدم به 1. حالا ممکنه توی سیستمتون ارور نده، اگر اون نداد مشکلی نیست. اگزیت رو میزنم و هیچ گونه مشکلی پیش نمیاد. مرحله بعدی سایزمیسیتی دیتای من هستش. میریم داخلش رو ببینیم داخلش چه خبره. توی این بخش شما در واقع اطلاعات مربوط به هر چشمه، اطلاعاتی که با کیچکو به دست آوردید که به این شکل هستش، به عنوان مثال برای یکی از چشمهاتون اطلاعاتی هستش که با کیچکو به دست آوردید. توی این بخش این اطلاعات رو دارید، همچنین این اطلاعات و همچنین در واقع اطلاعاتی که با زد مپ به دست آوردید، شما به این اطلاعات هم نیاز دارید. اطلاعات مربوط به در واقع بی ولیو، میزان خطای بی ولیو، ای ولیو و در واقع ام اس سی، تمامی اعداد رو نیاز دارید. اما به ترتیب شما طبق رابطه گوتنبرگ ریشتر دارید کارتون رو انجام میدید. اول میبینید اینجا سورسمون رو حالت شماره اس یک انتخاب شده. من وقتی فلش راست رو میزنم میاره رو حالت S2. پس برای چشم، برای هر کدوم از چشماتون خوب دقت کنید چشمه درست انتخاب شده باشه و اعداد درست رو براش وارد کنید. شما یک ترشات مگنیتود دارید که همون MSC یا مگنیتود کامپلیتنس شماست.
یه لامدا رو داره که توی کیشکو به دست میارید، بتا که توی کیشکو به دست میاد، میزان خطایی که بتا هست و نامبر آف مگنیتود اکسپیکتد و ام ای یو و آنسرتینیتی. اینا در واقع منظورشون چی هست؟ ام ای یو منظورش ام اولتیمیت یا ماکسیموم هستش، ام ماکسیمومی که توسط کیشکو برای شما به دست میاد. اگر دقت کنیم به خروجی کیشکو توی این بخش، یه ماکسیموم ابزرو مگنیتود داریم، یه سکند ماکسیموم ابزرو مگنیتود ایکس ماکس یا همون ام ماکس رو داریم. این عددی که بزرگتر هست رو توی بخش ام یو قرار میدید و دومین زلزله بزرگی که دریافت شده توی بخش نامبر آف مگنیتود قرار میده. همین اطلاعات رو برای زلزله شماره دوم، برای چشمه شماره دوتون یا هر تعداد چشمه که دارید بر میکنید و خروجی میگه خروج میکنید اینجا و میایم بیرون. مرحله بعدی که داریم، خب ما سایزمیسیتی دیتا بودیم، الان اینجا رو انجام دادیم، اعداد مربوط بهش رو وارد کردیم و حالا میخواییم در واقع ازش خارج بشیم. میرسیم به مرحله بعدی، روابط کاهندگی. توی بخش روابط کاهندگی، خب شما اینجا در واقع انتقام میکنید که چه روابط کاهندگی برای چشم هاتون و برای خروجیاتون استفاده بشه. ما اینجا اد مدل رو میزنیم، وارد بخش اد مدل رو اد مدل میشیم، سورس همون اینجا داریم، فعلا کاری نداریم، با یه قسمت اد مدل رو میزنیم و مدلمون قرار شد کارمون بر حسب کمپبل بزرگ نیا در سال 2008 باشه. پس کمپبل بزرگ نیا رو انتخاب میکنیم، یک یوزرنیم بهش میدیم که من مثلا من بهش میدم کلاس و حالا میتونیم اینجا نوع در واقع سیستم گسل ها رو به طور کلی براش مشخص کنیم. اگر تو شما توی منطقتون استرایک استیپ ندارید یا در واقع گسل های ماژورتون نرمال هستن یا هر مورد دیگه ای، میتونید اینها رو تغییر بدید. برای هر کدوم ما میذاریم رو حالت ریورس استیپ، یعنی گسل های معکوس رو در نظر میگیریم، چون بیشتر گسل های معکوس خطرزا هستن و تخریب بیشتری دارن برای ما ایجاد میکنن. با باقی اعدادش کاری نداریم، اوکی رو میزنیم و حتما اینجا چک میکنیم که کلاس یوزر مربوط به کلاس انتخاب شده باشه. همچنین اینجا attenuation table، اینجا حتما کلاس انتخاب شده باشه و چک کنید برای چشمه شماره دو هم کلاس انتخاب شده باشه. پس هر دو مورد چک کنید. گفتیم اد مدل رو میزنیم، مدل رو که انتخاب کردیم اوکی رو میزنیم، حتما میایم اینجا دو تا تب داریم، میام توی جنرال مدل و کلاس رو انتخاب میکنم و بعد برمیگردم میام توی اینجا و حتما برای هر دو تا چشمم اینجا هم سه تا پلات دارم. میتونید از این پلات اسکرین شات بگیرید و خروجی مورد نیازتون رو بگیرید و یا توی اینجا سورس مدل حتما هر کدوم از سورس ها رو انتخاب میکنید و اینجا توی attenuation table یوزری که انتخاب کردید کلاس من گذاشته بودم رو انتخاب میکنم که یعنی این مدل برای این چشم هم میخوام استفاده بشه. میتونید یه سری تغییرات این شکلی هم روش اعمال کنید. کار دیگه با این بخش نداریم، اگزییت رو میزنیم. یه سری حالت مختلف داره، جی ام پی آنالایزر، گراند موشن، همون روابط کاهندگیتون هستش، در واقع نمودارهاش هستش. بخش بعدی سایت افکت هستش، ممکنه بخواید سایت افکت رو در نظر بگیرید. بخش بعدی ممکنه دی ام بخواید بهش اضافه کنید و گلوبال پارامیتر. این بخش بسیار مهمی است. ماکسیمم اینتگریتد دیستنس رو روی حالت 200 کیلومتر قرار میدید و همچنین تایم فریم رو در واقع توی همون 5 حالت، در واقع 5 حالت یا 4 حالت قرار میدید. 50 سال، 100 سال، در واقع 475 سال، 1000 سال و 2475 سال قرار میدید و خروجتون در واقع آماده میشه که برای به دست بیاد. همچنین زمانی که تا اینجا رسیدید، در واقع از منوی مربوط به، اجازه بدید من اینو پیدا کنم، رام هازارد تولز، از توی منوی اینپوت بیاید روی گزینه ست آوتپوت فایل کلیک کنید و حتما چک کنید که تمامی این تیک ها انتخاب شده باشه. کاری با بقیه گزینه هایی که وجود دارن نداریم. چک کنید فقط تمامی این تیکه خورده باشه و اگزییت رو بزنید. مرحله بعدی در واقع به دست آوردن خروجیمون از ولیدیت دیتا و نستاد اکسیکیوشن. وقتی روش کلیک میکنیم به شما ممکنه حالت های مختلفی رو بده. همینجا هم یه بخش ارور به شما میده، هم وارنینگ میده. وارنینگ ها قابل
گذشت هستن، میتونیم نظر نگیریم، ولی اگر ارور به شما بده، ارور یعنی یک مشکل اساسی وجود داره و کار شما ناقص انجام خواهد شد و خروجی به شما نخواهد داد. ولی به شما دقیقا میگه که دقیقا چه نوع اروری ممکنه برای بخوریم، چه جوری. الان میام یک مورد همینجا امتحانش میکنیم توی بخش گلوبال پارامتر. من اینو میذارم روی حالت 500 کیلومتر و میام توی ولیدیت رو میزنم، به من یه دونه وارنینگ داد، داره میگه در واقع پی ام ماکس یا در واقع ماکسیمم ولید دیستانس 500 گذاشتی، اما طبق رابطه کمبل بزرگ نیا نهایتا 200 کیلومتر بیشتر نمیتونه باشه. پس من میام بیرون، برمیگردم اینجا و اینو به حالت 200 کیلومتر تغییرش میدم و ران رو میزنم و به من خروجی میده. ران رو میزنم و صبر میکنم تا برای من خروجی مورد نیازم به دست بیاد. ممکنه به هر دلیلی یه سری مشکلات این شکلی پیش بیاد و درست انجام نشه و نتونید اینجا خارج بشید. حالا به هر طریقی اینجا به راحتی از اینجا میتونید در واقع این رو ببندید بدون هیچ مشکلی. نیاز هستش که دوباره چک کنیم ببینید دقیقا مشکل از کجاست، آیا خروجی وجود داره، مشکلی وجود داره. میتونیم یک کار دیگه انجام بدیم، میتونیم یک ذخیره داشته باشیم از در واقع کل کاری که تا اینجا انجام دادیم. به هر دلیلی ممکن در واقع ما داریم از سیستم عامل ویندوز استفاده میکنیم، مشکلاتی پیش میاد مثل آپدیت کردن یا ویروس اسکن یا هر چیز دیگه ای، ممکنه نیاز باشه سیستمتون یهو ریستارت بشه یا اصلا برق خونه میره و سیستمتون قطع میشه. پس نیاز دارید یک سیستم در واقع یک خروجی ذخیره داشته باشید که تا اینجا مجموع نشه، دوباره از اول بخواید همه این اطلاعات رو وارد کنید. کاری که بعد انجام بدید یک ذخیره ازش میگیرید. من وارد فولدر کرایسیس میشم و در واقع یک ذخیره ازش درست میکنم با نام کرایسیس. اسمش میذارم همون پروژکت تست. سیو رو میزنم و حالا ران میگیرم. میبینید که به راحتی شروع کرد ران گرفتم. پس مشکل اینجا بود که من خروجی نگرفتم. پس در واقع کرایسیس به فکر امنیت و راحتی کار ما هم هست. منتظر ما یک بار فایلمون رو ذخیره کنیم که بعد شروع کنه به خروجی گرفتن. اگر ذخیره ازش نداشته باشیم خروجی هم ازش نمیگیره. صبر میکنیم تا خروجی مورد نظرمون به دست بیاد. خب خروجی هم به دست اومد، یه سری خروجی این شکلی برای ما میاد. کاری که میمونه فقط در واقع 30000 متر، 30000 متر رو میزنم و یه نقشه این شکلی برای من به وجود میاد. در واقع شما یه سری خروجی ها رو نیاز دارید برای کارتون از اینجا ذخیره کنید. اینجا گزینه سیو کردن داریم، اما قبل از اینکه بخوایم سیو کنیم یک توضیحاتی در مورد اطلاعاتی که اینجا هست. خب اینجا در مورد در واقع احتمال خطری هستش که وجود داره. اگر روی این نقشه کلیک کنید یا رایت کلیک کنید دو تا نمودار میاد و میتونید ازشون ذخیره بگیرید. اگر سیوش کنید به شما فایل اکسل میده و دوباره بعد ببرید توی اکسل و محور رو لگاریتم کنید، یه سری اعداد این شکلی براش قرار بدید که جواب درستی بهتون بده که مقدار سخت خواهد بود براتون. پس بیشتر میتونم اسکرین شات بگیرید و توی گزارشتون استفاده کنید. توی این بخش ما خب سازه هامون پریود سازه هاست، 2 طبقه، 4 طبقه، 6 طبقه، 8 طبقه و 10 طبقه و همچنین اینجا تایم فریممون هست 50 سال، 100 سال، 475 سال، 1000 سال و 2475 سال. تمامی اینها رو میتونید در نظر بگیریم، اما شما میتونید فقط 2 تا یا 3 تا از اینها رو در نظر بگیرید، چون بخواید تمامی اینها رو توی گزارشتون بذارید طولانی میشه و یه مقدار از کیفیت گزارشتون میافته. به شما پیشنهاد میکنم در واقع یه بررسی بکنید ببینید توی منطقه که دارید مطالعه میکنید سازه ها به طور میانگین چند طبقه هستند، مسکونی ها و اداری ها یا تجاری ها. حتی ببینید مثلا منطقه تون ممکنه همه ساختمان 8 طبقه باشن و برج ها مثلا 10 طبقه یا همشون 2 طبقه و 8 طبقه. بر اساس اونها دقت کنید و خروجی های مورد نیازتون رو به دست بیارید. پس یه بار شما میتونید سازه های مختلف نظر بگیرید. به عنوان مثلا من اینو میذارم روی حالت 6 دهم و دوره بازگشت رو تغییر میدم. دوره بازگشت رو تغییر میدم به عنوان مثلا به 475 سال. میبینیم یه مقدار قرمز هم شد. اگر من برم به 2475 سال تمامش باید قرمز بشه. حالا برای منطقه من به این شکل پیش اومد. مثلا من میتونم بزنم شوی 2 طبقه. میزان خطر کمتر و بیشتر میشه. و در واقع به عنوان مثلا من میذارمش روی حالت 475 سال به شرطی که در واقع پریود سازه من به شرط 6 طبقه باشه. ازش بعد یه ذخیره بگیرم. گفتم روی این ذخیره اینجا کلیک میکنید و در واقع شما میتونید یه فایل XYZ ازش ذخیره کنید
یه فایل ایکس وای زد ازش میتونید ذخیره کنید و یه خروجی براش انتخاب کنید که کجا ذخیره کنه. من میگم توی همین دسکتاپ داخل فولدر کرایسیس برای من ذخیرهش کنه. اوکی رو میزنم و برای من ذخیرهش میکنه. این پایین شروع کرد به ذخیره کردن. کرییت شد. میام داخلش که ببینم دقیقا چه اتفاقی افتاد. برای من چه فایلی رو ساخت. میبینیم اینجا اکسیدنس پروبابیلیتی رو برای من ساخت. یه فایل XYZ هستش که بهتون یاد دادم چجوری این فایل ها رو با سرور در واقع رسم کنید. موفق باشید.